این سال یکی سال چیه؟ سال حمایت از تولید ملیه، سال افزایش بهره‌وریه. کارگر عجیبه که این کارگر فهمش از منافع ملی و امنیت ملی ده برابر اون مدیری که اونجا نشسته و گاهن ده برابر اون وزیره. من همه حرفم اینه. ببین حالا بعضی از مخاطبان مثل این که حرف خیلی خیلی ساده ما رو نمیفهمن. الان یکی از مخاطبان گفته که آقای جلال سلیمان پور شما اول معلوم خواست نظر حسینی علمدار یزید منافقانه برنامه‌ریزی میکنه، چه از غزه و ظلم صحبت میکنه، چه میگی به ما چرا بود قرار از غزه. من هرگز نگفتم، گفتم شما باید غزه رو 24 ساعت دنبال کنی تا بفهمی که غرب در تمامیتش یعنی چی. ولی گفتم اونایی که میخواستن کفن بپوشن برن غزه برای اینکه به محور مقاومت کمک کنن، لازم نیست که تا غزه برید که به محور مقاومت کمک کنید. خب اینها به هم پیوستگی داره، کمک کردن به اصلاح وضعیت کارگران که اعلام مشخص رهبر ایران هم بوده، کمک به بخشی از محور مقاومته. چرا که محور مقاومت رو بخوان بزنن به واسطه انفجارهای اجتماعی در داخل میزنن. شما اینکه به این سادگی چرا متوجه نمیخواد بشید؟ خب یا اینکه میگم عمد و قصد دارید که متوجه نشید. غزه رو شما باید موظفی که 24 ساعت تماشا کنین، چون یک نسل کشی داره اتفاق میفته و شما بتونید راوی و شاهدش باشید. مثل کسایی که شاهد کربلا بودن و میتونستن بعدا بیان تعریف کنن که حداقل اگر ما نبودیم اونجا که کمک کنیم و مانع از یک قوم کشی بشیم، ولی حداقل میتونیم راوی این بشیم. و شما باید در چشم هاتون حک کنید خب که فردا باز با 4 تا خبر دیگه نچرخید. ولی بحث ما اینه که برای تغییر، برای کمک به وضعیت، جبهه یک جبهه نیست. این جبهه های مختلف همه به هم دیگه وصلن و پیوسته هستن و این جبهه اینجاست. ولی من حرفم چیز دیگه ایه. در این چند ماه گذشته چند تا خبر اتفاق افتاده که مهمه. واردات ماشین خارجی آزاد شده دوباره، خب بعد از کشمکش های فراوان واردات لوازم خانگی خارجی آزاد شده. خب دعوا سر ورود یا عدم ورود موبایل و آیفون و غیره، درسته؟ همه چیزی که آقای خامنه‌ای هم گفت آقا اگه چیز داخلی هستش اگه استفاده وارد نکنید، آمریکایی وارد نکنید و غیره. خب یعنی چی؟ اینکه حرف آقای خامنه‌ای رو به هیچ گرفتن، انداختن کنار و ما لوازم خانگی رو آزاد کرده دولت رئیسی، این چی؟ یعنی زور ذینفعان میرسه. یعنی چی؟ اون تراست ها و مافیا ها و اولیگارشی وارد کننده لوازم خانگی و اون طبقه متوسطی که میخواد لوازم شیک آلمانی تو خونش باشه، این آشغالای ایرانی میرانی رو نمیخواد، درسته؟ و ما همه میگیم آقا این سیاست طبقاتی غلط آقای رئیسی، تو بعد دنبال این باشی خواسته اینها. اینا 20 میلیون نفرن. کافی بود که وضعیت کارگران پیمانی رو بهتر میکردی و میبردی به سمت حذف کارگران پیمانی و قراردادی کردنشون و حذف شرکت‌های دلال پیمانکاری. خب این برای شما 20 میلیون طرفدار پایگاه رای و واسه انقلاب 20 میلیون آدم میآورد. خب نه اینکه شما اینا رو پراکنده کنی، اما فکر این دولت هم مثل فکر حسن روحانیه، میگه اینا صدا ندارن. اینا کی میشناستشون؟ صدا رو کی داره؟ صدا رو کسی داره که تو اینستاگرام 300,000 تا طرفدار داره، محسن تنابنده صداش هستش، ترانه علیدوستی صداش هستش، فلان ورزشکار هست، علی دایی میادش دفاع میکنه و غیره، شبم تو بی بی سی پخشش میکنن. اون کی؟ اون بالا شهرنشینه که میخواد لوازم خانگی وارد کنه. من برم به اون چیزی بدم، برم از دلاره چه میدونم که بعد باش کارهای مهمتر کنم بزنم تو دهن این کارم که این فعلا داد نزنه، زن زندگی آزادی رو اندازه. همه بحث ما اینه. خب این 20 میلیون کارگری که ما بعضی که 20 برنامه دمادشون ساختیم، خواستهاشون خیلی مشخصه. طبقه بندی مشاغل، امنیت شغلی، پیمانکار نبودن، قرارداد سفید نداشتن، خواسته هایی که حالا غیر از این وظیفه جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی رو قرارداد اجتماعی انقلاب سال 57 نشسته و رو قرارداد اجتماعی قانون کار نشسته. اگر نمیخوان قانون کار اجرا کنیم، رسما به این قانون کار ملغا شده، بیاین ببینش مجلس به این قانون کار ملغا شده یا رفراندوم بذارید. خب ولی میخوام بگم که این دولت برای خواسته های مردم کار میکنه، اما برای کدوم خواسته ها؟ خواسته بالایی ها. واردات ماشین، کی الان ماشین خارجی میخواد؟ ماشین خوب خارجی 400-500 میلیاردی میخواد؟ خب اینا نمیخوان، اینا به موتور هم راضی هستن. اینا خواستشون اینه که صبح که میخوان بریم اتوبوس توی عسلویه 45 درجه شرجی، خواهش میکنیم که 60 نفر رو پرس نکنین تو هم دیگه. اینا اتوبوس میخوان، اتوبوس میخوان، اتوبوس بلیط اتوبوس میخوان، ماشین خارجی نمیخوان. برای همین دولت آقای رئیسی هم دقیقاً داره در جهت نیازهای طبقه بالا داره صدا رفتار میکنه، مثل همه حکومت ها. هر کی صداش بیشتر باشه بیشتر میتونه بکنه از دولت و از منابع عمومی. برای همین رسانه داشتن مهمه. برای همین تو غرب گروه های زینف میرن رسانه میزنن، صداشون رو بلند میکنن، مثل بلندگو بیشتر میکنن از مالیات دهنده ها، از منابع عمومی و غیره. درست آقای محمد ولی؟
چون این خبرها ما میبینیم دیگه. آقای علیزاده، شما همین جشن اخیر روزنامه فجیع دنیای اقتصاد که نگاه بکنی کاملا دستتون میاد که رسانه چقدر ابزار مهمیه. حتی یه رسانه به ظاهر تخصصی اقتصادی اونقدری میتونه ابزار تاثیرگذاری باشه که سیاستمدارها و آدمهای مختلف و گرایش‌های مختلف کنار هم بشونه و وادارشون کنه که برات دست بزنه. بسیار نکته درستی گفتین. ببینید دنیای اقتصادی، ببینید انقدر همه هستن، انقدر گنده ها هستن، سنگین وزن ها هستن. معلومه که دنیای اقتصاد میگه که واردات و لوازم خانگی باید آزاد شود، دولت دست بالا. هرچی تو بگی، هرچی تو بگی، ولی این کارگرا کیو دارن؟ حالا ما لطف کردیم همین امروز که ما این کارو کردیم لطف کردیم، چون یک برنامه یک شبمون از دست رفته، مخاطب جنگ 3000 تا باشه الان به سختی به 500 خورده ای رسیده، بعد چه میدونم 10 نفر میگن که اینا نفوذی ان، اصلا برنامه رو تماشا نمیکنن، مخاطب ریزش میکنه، یه رسانه خیلی کوچک و با ابعاد خیلی کوچیک این صدای مثلا کارگرا، اونم 10 تا برنامه شده. خود منم واقعا شرمندم که اینقدر کمکاری کردم. کیو دارن کارگران؟ کارگران کیو دارن غیر از اون صداهای پلیدی که مثلا میگم بی بی سی و اینا با اهداف مغرضانه میان که بخوان جمع کنن و ببرن. برای همین اگر کسی میخواد واقعا خیرات و به شکلی به زکات بده، خمس بده، بره واسه کارگران بی صدای ایران صدا درست کنه، صداشون که بلند شد حقشون بهشون داده میشه، چون جهان جهان رئالیستیه، جهان هر کی زورش بیشتر باشه. زوری ندارن کارگران، نه اتحادیه دارن، نه سندیکا دارن، نه نماینده ای دارن در مجلس که براشون بجنگه. اون سالها خانه کارگر، اون مضحکه، اون فرزندان هاشمی رفسنجانی، سهیلا جلودارزاده و محجوب بودن دیگه، درسته؟ بهشون نماینده تقلبی انداخته بودن. خب فکر کن که مثلا تو بگی آقا من دیگه بیچارم، بری دادگاه بهت وکیل بدم، وکیلت مال جبهه مقابل باشه، خب وکیلت از طرف مقابل باشه. حتی نمایندهشون بهشون انداخته بودن جامعه 20 میلیون نفری مظلوم کارگری ایران رو. اهمیت چوبی نداشتن. ما انگیزه شما رو روند زندگی تو برنامه‌ای که برای زندگی دارید تأثیری داره؟ خب قاعدتا شما وقتی اهمیت چوبی نداشته باشی نمیتونی برای یک سال آینده، دو سال آینده برنامه‌ریزی کنی، همش با اون استرسه. برای همین اولین خواسته تمام نیروهای پیمانکار اینه که قراردادی بشه. چرا؟ چه حداقل طرف حساب تو شرکت بشه. الان من همین الان دارم صحبت رو میکنم مثل اما دوستمون، الان ترسی تو دل من هست که آقا فردا بگن این آقا چیه که داره حرف میزنه، کارتشو میبینم. خب من الان انگشت نما میشم، توجه مزارم هستی؟ انگشت نما که بشم به راحتی اصلا لازم نیست حتی اتفاقی بیفته، با یه تلفن رو هم میگن از فردا دیگه نیا سر کار. چرا؟ چون ما تعهدی به تو نداریم، قراردادی هم که داری امضا میکنی حق نداری عکس بگیری. مربوط به گذشته، سه ماه گذشته بوده. اصلا آقا بیا حقوق یه ماه دیگه هم بهت میدیم، برو به سلامت. اصلا حتی نگاهی به ما ندارن که ما رو جدی شاید بگیرن. پس اولی مسئله ای که وجود داره جدایی از این که حقوق ما الان در حدی نیست که حتی من تغییرآمیز حقوق ما اینقدر که پایینه، اولی مسئله قراردادی شدن ما. چرا؟ چون ما مثل تمام بچه های قراردادی خب شاید هم تجربه اون قشن نتاشیم، ولی داریم اونجا فیزیکیمونو میزنیم، داریم وقتمونو میزنیم، عمرمونو میزنیم، مادیم اینجا و میخواییم این شرکت رو به ثمره برسونیم. نتیجه هم داره میشه کار بهتر، رکوردزنی های بیشتر. خب فلزا اولین خواسته و مهمترین خواسته تبدیل وضعیت ماست که هم یه ذره تفاوت حقوق معاش دو بچه ها بخوره، ثانی اندش این که طرف حساب اون شرکت باشه که ما نگران نباشیم اگه بخوایم خواستمون رو بیان کنیم در خطر باشه. اصلا باورم نمیشه. میگه که رکورد زنی، یعنی فکر کن که من از خبیم تک تک شما میپرسم، فکر کن در یک جایی هستش که هیچ منفعتی نداری، فردا صبح که سر کار میری ممکنه با اردنگ بیرونت کنن، خب و بگم برو بیرون، اصلا حق نداری بیای، هیچ امنیت شغلی نداری، و بازم دل مشغول این باشه که رکورد زنی کنی محل کار تو. خب چه کسی از اینها ایرانی تره؟ چه کسی از اینها سرباز؟ مگه نمیگن جهاد اقتصادی؟ مگه نمیگن اقتصاد مقاومتی؟ مگه نمیگن اقتصاد ایران در زیر تحریم ها در حال مبارزه است با اقتصاد آمریکایی؟ خب طرف میگه که من دنبال رکورد، هنوز دنبال رکورد زنیه، یعنی من جاش باشم خب صبح میرم اونجا بیام، اصلا برای مهم نیستش که این کارخونه تعطیل شه. این کارگر پیمانی دنبال رکورد زنیه. ولی شما نگاه کنید که دوست ایران و دوست جمهوری اسلامی کیست و دشمنش کیست. این میگه من دنبال رکورد زنی ام. اون طرفی که تا هفته پیش وزیر بوده، من ویدیوشو برای شما بذارم، خب آقای کلانتری
تا 2 سال پیش وزیر بوده، تصویری از ایران میده که میگه خراب شده، بذارین برید مهاجرت کنین برید، آشغال اینجا فلان نابود اینا. اون وزراشون اونجوری هم دیدین شما محمد ولی اون ویدیو رو؟ متاسفانه خوشبختانه ببینیم، یه 3-4 روز خوابت نمیبره. از آقای عیسی کلانتری، دست راست آقای حسن روحانی، اصلا فاجعه است. و بعد این کارگری که هیچ حقی براش قائل نیستن، دل مشغول اینی که فولاد بهره‌وریش بره بالاتر. برای همین میگم دوست و دشمن رو اگه نشناسه یک نظام سیاسی، بعد دچار خطاهای خیلی خیلی جدی میشه. شما باید، مگه تو بسیج و سپاه نبودش؟ خب مدیریتش رو نمیدونن یکی از یه جای دیگه بیاد. همون بچه‌هایی که اونجا بودن، خب داشتن جونشون رو گفتن کف دستشون. من واقعا کسایی که اینجوری دارن، اصلا جنس نگاه اینا به طرف اعتصاب کرده، باید آرزوش باشه اصلا چم کارخونه آتیش بگیره، کارفرما از بین بره، ضرر بده، انتقام بگیره دیگه. اعتصاب از اینجا به بعد وارد جنگ میشه. شما دیگه طرف نگرانی که خش نیفته به اونجا، درسته، و ابزار کارش خراب نشه و تولید و اینا پایین نیاد و باور نکردن. یعنی من جای به شکلی وزارت صنایع غیره بودم، کارخونه ها رو میدارم به این کارگرا به صورت تعاونی اداره کنن، خب میدارم خود کارگرا اداره کنن، درسته. مطمئن باشه اگه این کارگرا اداره میکردن، بازدهی و بهره وریش هم 100 برابر میشد. و فکر کنم در چنین وضعیتی میگم من نمیخوام ابزار کارخونه که تو ایران هست از بین بره. و من میگم این نگاه ملیه، نگاه ملی میخواین دنبال پیر پکاجکی و دنبال اون مزخرفات هوخشتره کبیر نگردید. نگاه ملی یعنی کسی که به جایی که تعلق داره اینقدر علاقه داره که نمیخواد چیزی نابود شه، میخواد ساخته بشه. خب با اینکه حقش رو ندادن نمیخواد بکنه. نه اون کسی که یک مقدار که حقش کم میشه با عربده از بی بی سی و از ایران اینترنشنال سر در میاره. تو یه ماه پیشش وزیر و معاون وزیر تو ایران بوده ها، تا یه ماه پیشش داشته تو اتاق بازرگانی ایران میخورده ها، داشته میخورد سر همین زن زندگی آزادی. ببینید که چه کسانی مقابل ایران شمشیر کشیدن، چون یه ذره از منافعشون کم شده بود، یه خورده از پروانه هاشون رو به جای اینکه به این وریا بدن به اون وریا داده بودن، یه مقدار کاویونجه کم شده و به جای سالی مثلا 5 میلیون دلار 3 میلیون دلار درآورده بودن و افته بودن بغل اسرائیل، بغل انگلیس، بغل آمریکا. خب و این کارگر با ما 12 میلیون میگه من نمیخوام ابزارم خراب شه که وقتی اعتصاب تموم شد ضربه ای به این کارخونه خورد. ملی یعنی این، ضد ملی یعنی اون. تموم شد، خیلی واضحه، خطوط واضحه، مرزها مشخصه. و باز هم این دولت هم مثل دولت قبلی نمیفهمه که دوست ایران کجاست، سرباز ایران کجاست، مردم ایران کجاست و اون دشمن کجاست، اون ستون پنجم کجاست. تو کل مشکل از کجا میاد آیه محمد ولی؟ از این میاد که مدیریت با کیه؟ ببینید این شرکت یک دفعه واگذار شد به اون آقای امیر منصور آریا، اون پرونده 3000 میلیارد تومان اختلاس، و بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد از اون آقا پس گرفته شد و اینجا بانک ملی در مقام یکی از طلبکارها اومد یک بخشی از سهم گروه ملی پولاد رو در واقع از آن خود کرد و از این به بعد در واقع بانک ملی شده یکی از کارفرماها و یکی از بنگاهدارهای این شرکت و از اون روز به بعد ظاهرا همه چیز در مسیر سقوط قرار گرفته. خب این خیلی واضحه، یعنی سیستم بانکی کاملا نگاهش به اقتصاد پولیه و اصلا دغدغه تولید نداره، اصلا تولید مسئلهش نیست، تولید واقعا براش حتی یه جایی میتونه مضر باشه. یه همچین سیستمی وقتی میاد عهده‌دار یک صنعت بزرگی مثل فولاد میشه، ما واقعا نتیجه جز امروز نمیتونیم داشته باشیم. همونطور که یه روزی این بانک ها اومدن سراغ کارخونه‌های مثل ارج، کارخونه بزرگی لوازم خانگی کشور و نابودشون کردن، امروز هم یعنی هر جا که دقیقاً پا گذاشتن اون صنایع نابود کردن. مثالهاش خیلی زیاده، از دهه 70 به بعد هر جا که وارد شدن با نگاه این که خب چجوری سریعتر تعطیلش کنیم و یه نون و نوایی برسیم، یه زمینی بفروشیم و نمیدونم ملکی بفروشیم و نگاهشون اینجوریه. و این اتفاق واضح‌ترین شکل داره الان تو گروه فولاد، چون سرمایه‌داری مالیه با خودش فکر می‌کنه که من می‌خوام سود رو حد اکثر کنم دیگه. درک عمیق‌تر نداره از اینکه بالاخره آقا فقط سود نیست، 10 جنبه داره. این کارگر بیکار شد کجا می‌خواد بره؟ می‌خواد بره معتاد شه یا می‌خواد بره
به چه میدونم جنبش علیه مثلا ایران به پیونده یا به شکلی مهاجرت کنه یا مثلا چیکار میخواد بکنه. درک نداره سرمایه‌دار مالی، میگه آقا اینجا به جای 100 تومن من 1000 تومن در میارم، گور بابای بقیه اش، حالا محیط زیست نابود. در که اینجاست که بعد یک نظم سیاسی و دولتی باشه که بگه آقا من محیط زیست رو در نظر میگیرم، امنیت شغلی در نظر میگیرم، جمعیت 85 میلیونی رو در نظر میگیرم، یه کاری میکنم که کارگر میخواد بچه دار شه، کارگره بعد بخواد بچه دار شه، بعد میگه که چرا به شکلی جمعیت در حال زواله به جای اینکه در حال مثلا افزایش باشه. خب تمام این اینجاست که سیاست گذاری جدی حکمرانی میخواد، اینجاست که یه حکومت میخواد. بعد میگه مردم به شاه گفتن تو برو، تو نمیتونی برای ایران مستقل بیاندیشی و همه جوان میشه در دست بگیری و تو شاه رو بیرون کردی. بعد بانکه اومده فقط تا نوک دماغش رو میبینه، تا نوک دماغش رو تا 3 ماه بعد رو میبینه، بعد چه اتفاقی میفته پشت سرش خراب میشه براش مهمی. توی غربش این کار کرد بانک، تو غرب بانک داشت کار غرب رو به فروپاشی میرسوند در سال 2008-2009 با بحران اقتصادی. خب ولی نظام سیاسی افسار کشید، یه جایی نظام سیاسی افسار کشید تو غربی که سرمایه‌داری مطلقه افسار کشید. خب ببین تو میخوای سود برسی ولی دیگه یه خود ادامه پیدا کنی کشتی سوراخ میشه، همه همون با هم بیریم پایین، من ملکه و توی بانک HSBC و توی بانک نتفست و توی بانک اون موقع فحران اولی در سال 2008 شدن. عزیز بدین به ما بگین که بقیه قصه چیه و فرد و ادامه این اعتصاب کجا قرار برسه؟ بله ببینید این اعتصاب امروز ما یک خبر خوشی شنیدیم وقتی اونجا بودیم، گفتن که یک گروهی از شورای تامین حالا بعد از 6 روز تازه وارد شرکت شده و قرار با نماینده‌های کارگر مذاکره کنه. نماینده‌ها بعد از صحبت کردن با ما رفتن سراغ اون جلسه و من پیگیر بودم تا لحظه شروع این برنامه و چیزی که شنیدم واقعا ناامید کننده بود. بلافاصله بعد از اون جلسه فرماندار اومده تلویزیون شبکه استانی خوزستان و گفته که مشکل حل شد، ما به توافق رسیدیم و قراره که نمیدونم 16% افزایش پیدا کنه دستمزد، در صورتی که اصلا طبقه بندی مشاغل فرمول داره، اینجوری نیست که بگه 16% افزایش پیدا بکنه، این نیست که اصلا، و در واقع خواستن که بگن که قضیه تموم شده. از اون طرف کارگرا از این خبر خیلی شاکی شدن که آقا ما مذاکرهمون به نتیجه نرسیده ولی شما اومدید اعلام کردید که مذاکره به نتیجه رسیده و تمام اون. خب فرض که جمعه است، من یه چیزایی شنیدم که ممکنه کارگرها بخوام برن مثلا نماز جمعه، چون جمعه ها معمولا تجمع کارگری اتفاق نمیفته، ولی چیزی که من همینجوری از کارگرها شنیدم اینه که نخیر اتصال ما سر جاشه و در روزهای آینده هم ادامه پیدا. خب بذاریم پس ما یک کاری کنیم. اول به گفته خود کارگران ببینیم موضوع چیه، این رو ببینیم حدودا 1 دقیقه است و بعد من به شما میگم که ادامه برنامه رو چگونه خواهیم دید. انا ریال عده خطوط حمراء بالله. داستان چیه؟ شما به چی اعتراض دارید امروز جمع شدید اینجا؟ برای مطالباتمون حق طبقه بندی مشاغل که الان 2 سال بهمون قول دادن که قرار اجرایی بشه که نشده، یکی هم به قول گفتی تبدیل وضعیت پرسنل شفق همسانسازی حقوقمون با شرکت های فولادی اتون. شما 6 روزه که تجمع کردید سرکار نمیرید، درسته؟ بله. 6 روزه که سرکار نمیرید، این 6 روز چطور به شما گذشته؟ کسی اومده به فرصه دردتون چی از صدا و سیما نمیدونه مسئولی این کسی؟ والا اولین باره که شبکه خبرگزاری ها میان برای فرصش و پاسخ کجدار مرید بطره ها رو بردن سوال جواب کردنه، ولی کسی یه دو بارم اومدن داخل شرکت از طرف شورای تامین اداره کار نماینده استانداری، ولی خب پاسخ قانع کننده ای به ما ندادن، یعنی صحبت کردن در واقع در این که جریان چیه، چرا اینجور شد. الان در حال حاضر یه هیئت من 2-3 ویدیو دیگه داریم که این کارگرا صحبت کردن، میتونیم یکی دیگه هم ببینیم و بعد از اون برنامه تموم کنیم، اما من میخوام یک ویدیوی ویژه رو به شما نشون بدم قبل از اینکه ادامه بدیم، و این به نظرم ویدیوی بسیار بسیار مهمی است، چون اصل ماجرا اینجاست، اصل ماجرا اینجاست، چی میشه که هفت تپه اونجوری میشه، چی میشه که این شرکت اونجوری میشه، و ما میخوام در اینجا ریشه ای نگاه کنیم و حرف ریشه ای رو اسماعیل محمد ولی زد. بانک
کارگره میگه من میخوام دستگاه اینجوری بشه، رکورد بزنم، اصلا نگاهش به چیز دیگه است. تاریخ داره اونجا، بانک تاریخ نداره، سرمایه‌داری مالی تاریخ نداره، بیریچه بیریچه است. سرمایه‌داری صنعتی تاریخ داره، همون خیامیش هم تاریخ داشت. خب خیامی کارخونه رو از صفر شروع کرده بود، مثلا خب مزخرفات به شکلی کارگزاران سازندگی و آقای قوچ، جناب آقای قوچانی و غیره رو کاری ندارم، نه خیامی هم آدم رانتی بود تا اینجاش، رانت شاه بود. خب ولی بالاخره اون کارخونه رو داشت و دوست داشت که اون کارخونه روش کنه و بیشتر شه. سرمایه‌داری مالی کجاست الان؟ بانک سپه کجاست؟ بانک سپه توی کارخونه ایران ناسیونال، بانک سپه میتونه توی تهران باشه، میتونه توی انگلیس باشه، میتونه توی دبی باشه، تو عمان باشه، همینطور بانک چینی، بانک آمریکایی. سرمایه‌داری مالی وطن نداره، زمین نداره، شهر نداره، استان نداره، جغرافیا نداره. برای همینه که خیلی بی‌غیرته و طوفانی ترین و مخرب ترین شکل سرمایه‌داری. بگم با سرمایه‌داری صنعتی بالاخره میخواد بمونه دیگه، بخواد آقای ارجمند در کارخانه ارج میخواست کارگرا بهتر کار کنن که بهره‌وری بره بالا، کارخونش بود، دلش براش میسوخت. سرمایه‌داری بانکی میگه خرابش کن، برج بساز، من والا وام بهت میدم 5% فلان میکنم فلان میکنم. برای همین اصل ماجرا اینجاست. ببینیم که آقای خامنه‌ای در مورد این قضیه چی میگه. نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به این وضع نرسن، اگر چنین نظارت مستمری از اول وجود داشته باشه. وقتی هم که به این زمینه رسید بالاخره باید با بانک برخورد بشه. بانک ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشون. بنده تهران از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بود، این من یه وقتی به جناب عالی هم گفتم، یه دیوار طولانی، هم تا هی با ماشین رفتیم هی دیدیم این دیوار هست هست هست. هم پرسیدم مال چیه این، چیه اینجا به این بزرگی تشکیلات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلانه، یه بانک. خب این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهمیست؟ این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن؟ حالا اینکه یه تشکیلاتیست که لابد برای تفریح و این حرف هاست، نه بنگاهداری میکنن بانک ها. بنگاه بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک ها رو بگیرید، بانک برای بنگاهداری نیستش که. خب این پولای مردم اینجوری، اینا رو کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به اینجا نرسن. آقای همتی به اون رئیس بانک مرکزی لبخند میزنه، بانک ها غلط میکنند بنگاهداری میکنند. خب این جمله از آقای خامنه‌ای گفته، بعد کسی گوش نمیکنه، تهش میشه چی؟ میشه اعتصاب 900 800 700 کارگر در فولاد ملی اهواز. بعد این اعتصابات رو بی بی سی و غیره نشون میدن، بعد نیرو امنیتی وارد میشه. من به نیرو امنیتی میگم اگه قرار وارد شه و اگه قراره که اون مدیریته با زد و بند بره نیروی امنیتی وارد بیاره که کارگر دستگیر کنه و سوال جواب کنه، میگم تکلیف شما با این جمله آقای خامنه ایه. کسی که اینجا وضعیت رو به اونجا رسونده اون کسی بوده که بنگاهداری کرده، بانکی بوده که بنگاهداری کرده و وضع رو به این لحظه رسونده. کسی که مردم به خیابون کشونده مدیر منصوب بانک ملی در فولاد احوه فولاد گروه ملیه، نه کسی دیگری. خب برای شما حق ندارید که برید کارگر رو بگیرید، کارگری که مواظبه که اونجا شلوغ نشه، آتو دست دشمن داده نشه، لوازمش خراب نشه، تمام تلاش رو داره میکنه. خب این من اینو میگم، اینجا کسی که زده انقلابه شمایی هستین که دارید این برنامه شک میکنید. من سرم بالا میگیرم، همونطور سر قضیه تزره، سر قضیه اصلویه و آقای میرغفاری و جای دیگه گرفتیم. خب دفاع از کارگران امروز عین دفاع از انقلاب و عین دفاع از محور مقاومت و در پیوستگی جاییست که یک سرش غزه است، خب یک سرش IMF، یک سرش IMF اسرائیل و IMF به هم دیگه اینجوری وصلن. خب و به هم وصلن و IMF در داخل ایران شعبه داره. خب IMF به ایران دستور میده که قانون کار رو حذف کنه. 1383 ILO به نمایندگی از WTO، ILO یعنی International Labor Organization، سازمان جهانی کار، اومد ایران گفت قانون کارتون بذارین کنار، کارگرا رو مثلا اینجوری مصرف کنیم، مصرف کنیم، مصرف کنیم.